سلام با سری تمرینات اکسل در خدمتتون هستیم خب در حال حاضر یک تمرینی رو برای شما آماده کردیم که متشکل از 19 تا سوال هستش درجه سختی این تمرین متوسطه و طوری طراحی شده که شما رو واسه آنچه که توی بازار کار از اکسل حداقل انتظارات میره آماده کنه به چه معنی؟ خب کسی که با اکسل کار میکنه باید بتونه یک گزارشی رو تهیه کنه این گزارش باید با داده ها کار بکنه حالا مربوط به هر بخشی میخواد باشه بخش فروش باشه مالی باشه هر جایی باید با داده ها کار کنیم و این ابزاری که تو اینجا استفاده میکنید واسه تمامی داده ها کاربردیه و شما در واقع با کار کردن بر روی این اکسل آماده خواهید بود که از اکسل برای کارتون استفاده کنید خب تو اینجا ما گزارش فروشی رو مد نظر داریم و فرض میکنیم که میخوایم یک گزارشی رو آماده کنیم برای فروش خودمون که چه مقدار فروش کردیم و غیره و داده هایی که مربوط به اینجا هستش مربوط به این سوال هستش توی این قسمت مربوط به میزان فروش محصولی که فروختیم مقداری که فروختیم حمل و نقلش و غیره خب تو این برگه ما دیتاهای های مربوطه رو داریم با تاریخی که حالا سفارش رفتیم حالا میخوایم از این داده ها استفاده کنیم از ابزار اکسل استفاده کنیم و یک گزارش رو تهیه کنیم سوالاتی که اینجا مطرح شده گام به گام برای حل کردن و رسیدن به اون گزارش نهایی هستش که میخوایم به دست بیاریم فقط به خاطر اینکه بعضی از ابزار اکسل رو بیشتر بتونیم کار بکنین شاید اصلا ما یه مقدار پیچونده باشیم منظور از پیچوندن یعنی اینکه من اومده باشم گفته باشم یه سری کارهای مازاد انجام بده که شاید واقعا با سه گزارش لازم نبوده خیلی راحت میتونستیم اما به خاطر اینکه میخواستم یک سری از ابزار اکسل حتما استفاده بشه سوالو اونطوری طراحی کردم خب من سوالا رو دونه به دونه نمیخونم به اندازه کافی توضیح دادم تو هر کدام از این سوالات که چه چیزی رو میخوایم فقط به صورت کلی توضیحی میدم سوال یک تا سال چهار در واقع کار کردن با دیتا خام هستش به صورتی که آیدی رو بتونیم بشناسیم بتونیم یک جدولی رو در بیاریم بتونیم فروش خالص رو تعیین کنیم که فروش خالص میشه مقدار فروش کل منه هزینه هایی که وجود داره بعد میایم یک جدولی رو تهیه میکنیم، یک شیتی به نام جداول اطلاعاتی هستش که خلاص سازی و جنبندی و یه جورایی خلاص سازی دیتاهای خام توی اون جداولی هستش که میخوایم و بهش میگیم جداول اطلاعاتی و اطلاعات رو از دادای خام بیرون میکشیم بعد اینکه این جداول رو تهیه کردیم اونا رو تبدیل به نمودا یا حتی جدولی که در واقع اطلاعات فشرده تر اما قابل تصمیم گیری هستش رو ارائه و اونها رو در قالب یک برگه آچار که تو تمرین ساده هم دیده بودیم یک گزارش تهیه میکنم فقط اینجا میخوایم گزارش حالتی داشته باشه که من بتونم هم روزانه هم هفتگی از هفتگیش یادم ولی هم روزانه ببخش هم روزانه هم ماهانه و هم سالانه تهیه بشه به طوری که گزارش روزانه واسه اشخاصی که هر روز با فروش درگیر هستن کاربردی تره و سرپرستی که در واقع واسه اون واحد در نظر گرفته شده سرپرست اون واحد با اون گزارش رو ببینه تشخیص بده واسه روز بعد چی کار بکنه امروز چطور بودیم با روزهای م... گذشته خودش رو مقایسه کنه و یک حالت کنترلی داره واسهش که ببینه آیا کارهایی که انجام میده داره به صورت خوبی جلو میره یا نه گزارش ماهانه واسه مدیر اون واحد مناسب تره که ببینه آیا برنامه هایی که داشته داره درست انجام میشه به طور منطقی جلو میره و بتونه تصمیم گیری کنه که برنامه نیاز به تغییر داره یا خیر و گزارش سالانه که واسه اعضای مدیران ارشد یا هیئت مدیره مناسب هستش که بدونه تو این سال چطور بوده چطور فروش داشتیم و بتونه شرکتش اصلا درآمد داشته فروش مناسبی داشته یا بد بوده و غیره خب ما این گزارش ها رو میخوایم تهیه کنیم که اگر این سوالات رو گام به گام جلو ببریم به اون خواهید رسید چیزی که مهمه خب پیروی از این سوالات و جواب اونها شاید خیلی ساده باشه و خب خیلی هم میتونن انجام بدن با توجه به اینکه اون دوره اکسل کاربردی رو گذرونده بودن انتظار میره که یه گزارش ساده رو بتونین تهیه کنید اما تهیه گزارش قابل فهم و گزارش مناسب که باسه روزانه و ماهانه و سالانه هستش زیباییش واسه مهمه نوع ارائه داتا ها مهمه خانه بودن اونها مهمه قابل درک بودن مهمه و نتیجه گیری من واسه یه گزارش که ارسال میکنم من گزارش دهنده یک نتیجه میگیرم و اون رو هم باید ارائه بدم خب تحلیل من هستش که اکسل نمیتونه تحلیل بکنم ولی من میتونم تحلیل بکنم و خیلی اهمیت پیدا میکنم که فکر میکنم از سوال 14 به بعد واسه اون گزارش توضیحات کامل داده شده و اینکه چه جور گزارشی می‌خواید تو اینجا من جدولی که قرار دادم باید انجام بشه ولی حداقل مواردی هستش که می‌خواید و این ابتکار شما هم میخواد تو این سوال ها که گزارش بهتری رو ارائه بدیم نمودار بهتری رو ارائه بدیم تا تحلیل بهتری بتونیم بکنیم و این یکی از نکات حائز اهمیت هستش که باید بهش توجه کنیم ابتکار به بدیم و گزارش بهتری از آنچه که خواسته شده و گفته شده تهیه کنیم و فقط به این جداول و به این مواردی گفته شده اکتفا نکنیم خب پاسخ این حداقل ها و تا سال 19 رو اکسلش رو بنده تهیه کردم به همراه یک ویدیویی که توضیح دادم چطور اینا رو حل کردم و شما میتونید دانلود کنین پس از اینکه پاسخ دادیم و خودتون رو باش مقایسه کنین و ولی حتما اول خودتون حل کنین بعد پاسخ رو ببینیم ببینین و خودتون رو مقایسه کنین و سعی کنین نقاط ضعفتون رو بشناسین و برطرف کنین خب امیدوارم که موفق و پیروز باشین